مذهب اهل السنه است. این موضوع را گفتم باید ابتدا بکنیم. امی سوال امی بود که اگر حضرت علی کرم الله وجهه با خلیفه دوم حضرت عمر مشکلی داشتن، چرا دخترشان را به عقد اونا در آوردن؟ این مسئله روایی در کتب اهل تشیع میگن، منابعش هم دیدم دیگه، به همون دلیل گفتم این سوال را شما مطرح بکنم، پاسخ ارائه بکنین. و ضمناً یک پسرشان هم به نام، حتی چند پسرشان به نام ابوبکر و عمر و عثمان بوده، که یک پسرشان هم به نام عمر بوده. و غیر از خود حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، دیگه امامای دیگه شما مثلا مثل فکر کنم امام موسی کاظم، اینا هم پسرایی داشتن به نام حضرت علی، حضرت عمر یا ابوبکر، و همچنان دختری داشتن به نام عایشه. همین مسئله را گفتم یک بار شما روشن مینداختین. ببین، سلام بکشم. شما جالب توجه هست که من اول دیتان نشان بدم که شما قبل از اینکه کتب تشیع را صحبت کنیم یا داشت توجه داشته باشید، اول ببینید که از بزرگترین علمای شما چه نظری راجع به ازی دارند. در عنوان مثال در کتاب تطیب الاسماء واللغات از امام علامه فقیه و حافظ ابی زکریا آقای نووی، امام نووی که یکی از شارحین و راویان صحیح مسلم هستند، یعنی ایشان درجه خیلی بالایی در نزد شما دارن. شما امام نووی از بزرگان خود بپرسید دیتان میگن که مقام علمی از چی هستند. در از این کتاب ایشان در صفحه 369 از زبان ابوبکر به دخترش عایشه میگه که و ام کلثوم هازهی تزوجها عمر ابن خطاب، ام کلثومی که با عمر ازدواج کرد دختر ابوبکر و خواهر عایشه هستند. و ام کلثوم هازهی تزوجها عمر ابن خطاب و دختر ابوبکر و خواهر عایشه هستند. این از یک خب قضیه شما است. کتاب شیعه که گفتن اونا مثلا از کتب اهل تشیع، اونا چی پاسخی دارن؟ شما امیاره از کتب اهل تشیع بیارید تا من دیتان جوابش بگم، همین گونه اگر هست بیارید تا من دیتان بگم داستان از او به چه منوال هست. خیلی من چند ساده منبع جواب شما که ذکر کردم اگر خدمتتون عرض بکنم بگویم براتون. بفرما میشنم. باشه باشه ببخشید. یک کتابی خود تزویج ام کلثوم است فکر کنم دیگه. دمی دو حدیث است پی در پی و اردوش دمی باب، یعنی دیتو هدف شی است که یعنی میرسونه پیام را که امین ام کلثوم دختر حضرت علی در عقد حضرت عمر بوده. و یک کتاب دیگه است سه منبع، یعنی اینو تمام شما تو واضح بیان میکنند که خیلی دری واضح شد. از بله حضرت فاطمه علیه السلام، آره، علیه السلام دیگه بیان میکنند ام کلثوم در این عقد دو تا عمر بوده. منبعی که بله. خواندی خیلی واضح بود، درست و است. این یک شخص دیگه، یک از آخوندهای ایرانی به نام قزوینی، و اینا او حدیث را شرح میدن، خودشان آخوند اهل تشیع از اونا شرح میدن که بله دختری از فاطمه علیه السلام که قبل از وفات حضرت پیامبر بزرگ اسلام به دنیا آمده بودند، او در عقد حضرت عمر بوده ولی خود حضرت شما علی سلام علیه نو السلام. تامینجا قبول کنم حرف شما، قبول که دختر داده. حالا اینکه در صحیح مسلم خود عمر میگه که علی ابن ابی طالب من و ابوبکر را کذاب، عاصم، غدار و خائن میدانست، از این بحث بگذارم کذاب بودن این مسائلش نیست. من گفتم که امیر شما جواب گفتید میدم. که دیدم آره رد وقت کردید من امیر. صحبت کنم، از این میگذاریم. اصلا تو گفت از تو دختر خودم داد، آیا یک دختر داد دلیل بر تایید کارای عمر ابن خطاب بود؟ نه شما اصلا چرا دختر داد مثلا اول هر من مسئله ای دارم که اینمی را بیعت بیان کرد، میکنم، شما ایرا اگر میارید بگویم بیعت و کرد نه. شما چون بگین عزیز بیعت دل، کردنش. یک ثانیه گوش بدی، باشه من در بیعتش هم جواب میدم همیشه را، فقط بذار ما گپ بزنم، دانه به دانه پیش باشه برم، بحث زیاد باز چشم نشه. اول اینکه چشم. با این ادعا که اگر بین علی بن ابی طالب و خلیفه دوم بدی بود چرا دختر داد؟ پس اینکه این دختر داد یعنی بینشان چیز بدی اتفاق نیفتاده بود، درسته؟
بله خب، حضرت لوط علیه السلام دختر خود در قوم خود پیشنهاد کرد یا نه؟ بله پیشنهاد خب، کرد قوم لوط کارش چی بود؟ لواطت بود یا نه؟ آه بود خب، بس یعنی دختر خود در اونا که میخواست بوده کار از نار میخواست تایید کنه، اونا رو خوش داشت دیگه، از نار دختر میداد و ازدواج میکرده دیگه، درسته؟ نه خب حضرت لوط مثلا به خاطر از اینکه اونا به خانهش هجوم نیارن و مهموناش اذیتی حضرت نرسونن لوط بالاخره رو پس شما در چه خاطر گفتید؟ واسه اینکه در خانهش حمله نکنن دختر خود پیش کرد، اونا گفت با ازدواج کنید. بله خب، آیا حضرت لوط علیه السلام انسان غیرتمند بود یا بی غیرت؟ حضرت لوط برای غیرتمند بود و غیرتمند دختر خود برای جلوگیری از حمله و یهودیا پیش میکنه؟ خب یعنی این دلیل به این میشه که حضرت علی علیه السلام یعنی کار شبیه کار حضرت لوط علیه السلام بود خب همچه یعنی چیز مبنا داره، اگر شما کار لوط هم دلیل میارید که قوم بیعت لوط هم کردن دوست که شما داشت، تیر اینم خم اینطوری. درگیر حالا میکنید بیعت یک کردن سانی یعنی به معنی متابعت تابعیت کردن یک اطاعت سانی کردن عزیز دل، اولا که دوستان او کتابایی که شما خوانده دوستان تمام شنیدن مگر نه؟ دوستان او دوتا کتابی که گفته، کتاب فلان و در کتاب این، ای را همه دوستان شنیدن. خب، از اون میگذاریم. حالا گفتم در منابع و دیگر دیگه خودتان که من از امامتان وقتی میخوانم که نووی شارح صحیح مسلم و از راویان صحیح مسلم و شارحین شید، وقتی نووی میگه که دختر ابوبکر است، دیگه نمیفهم شما مسلمان در کتاب های ماید، در کتاب امام های خود. وقتی امامتان نووی میگه و بچه این دختر ابوبکر، تو شله که شیعه ها میگن دختر علی، و تو دین امام از کتاب ما میگیری از کتاب خودم. یک لحظه، ای از این قضیه و در باب اسامی گفتید. اولا ابن تیمیه حرانی در کتاب خود میاره که اسم اسم آوردن دلیل بر محبت نیسته، و گفتی اسم بچه خود ابابکر گذاشته. تو باید رو بدانی که ابابکر اصلا نام نیسته، ابابکر کنیه. دو، او فرزندش عمر نیسته و امر هسته، یاد یک شهدای جنگ بدر. سه، اگر علی اونا را دوست داشت اسم بچه های خود ابابکر و عمر گذاشت، چرا عمر و ابابکر و عثمان اسم بچهشان علی نبود؟ در فقط کتابی اینو میره دمه که شما جواب بده، گفتین که فقط امر بود فقط من هر عمر چی تو نبود گفتی قبول در کرد، کتاب رجال انا تو دمه النجاشی بیار آمده ثابت کن که عمر و ابابکر و عثمان هم علی را دوست داشتن، اسم کدام بچهش علی بود؟ اسم بچه های کدامش علی خب بود؟ اونا شما ببینید مثلا حضرت علی علیه عزیز دل، السلام من همیشه علیه قبول السلام یعنی کردم بزرگوار، قبول کردم. خب الان این توضیحات اضافه است. من میگم تو سلم نو دختر داد، همه کاری کرد، جنگ نداشت، خیلی دوست داشتن. نووی اشتباه گفته، صحیح مسلم قادر بن عاصم قادران خائنان اشتباه، همیشه به کنار. اینقدر دوست داشت اسم بچه خود گذاشت. ابوبکر، عمر و عثمان اسم بچه خود چرا علی نذاشتن؟ چون اگر اسم بذاره دلیل که اونا رو دوست داره، چون علی گذاشت دیگه. چرا ابوبکر و عمر و عثمان نذاشتن؟ اینا میره فقط در ما کتاب بود، یا اسم بچه هایش رو بگو چی بود. ولی نگذاشتن به معنای این نیست که مثلا اونها دشمنی داشتن خب خب چطور مثلا از گذاشتن در معنای از این هسته که دوست داشتن؟ خب نه تو این فکر دو کردی چیز در از او همدیگر زمان فقط متفاوت یک است دانه عمر بود؟ جان تو فکر کردی در او زمان فقط یک دانه عمر بود؟ مثلا الان نام از تو را حسین بذاریم، در کلی مرد مثلا حسین کن گوش کجا کسایی داشت؟ که در خانواده گوش اهل تشیع هستن امروز یک شب بچهشون به نام عمر دلیل نمیگذارن میرم مثلا توضیح میدم، میرم توضیح میدم، این میرم چی توضیح دلیل میدم. است اناری جان شما اگر نام تر حسین بذاریم، باز مردم میگن ای تو صدام حسین خوش داشتی؟ نه، چون یک حسین نه اسم روال هسته، در او زمان عمر و اینها عثمان اسم روال بود، یک کدام ربطی نداره. و خود تو امانی داری میگی، با زبان خود میگی اسم نذاشتن دلیل دشمنی نیسته، با شله ای که اهل تشیع چرا اسم نمیذاره. میگی اسم نذاشتن دلیل دشمنی نیسته، با زمال شله ای که چرا یک از اهل تشیع نمیذاره. تکلیفت با خودت هم مشخص نیست عزیز دل، نه یک دفعه شما میگی دلیل دشمنی تا دشمنی مثلا نیسته، علنا یک دفعه اعلام میگی چرا نذاشته. ببینید موضوع را این رقم قد واد نکنین خب من تو فقط مو اولی یک گفتی سوال که کردم گفتم سوال چرا از اونا یک اسم ببود بچه نه خود دیگه علی نه نذاشتن، تو گفتی اسم نذاشتن که دلیل دشمنی نیستن. 2 ثانیه بعد خیر ما را گرفتی که شما تشیع چرا اسم بچه های خود از نان هم زد. من نمیگم که چرا نمیگذارین چون این دلیل موضوع را من نمیگم من میگم که وقتی که اگر مشکل داشتن ببینیم به چند موضوع را میشه یک فرصت تو بدیم میگی من اگر مطرح کنم مشکل داشتن چرا فرصت نقش بدیم من عمر ماند، درسته؟ چند موضوع را پای در پای بگویم بزرگوار اولی که بحثی بیعت علی علیه السلام با خلفا
یک موضوع دوم مثلا خب خطبه ای علی، یکصد و هم شصت دانه خطبه بدانه باز کنیم، خطبه دانه بدانه. جان اول بحث اسما خلاص شد، سر از دیگه میرسیم. هرچند من میخواستم استراحت کنم، مشکل نداره. بحث نام ها را دلیل شد که چون گذاشتن دوست داشتن، با اینکه من بله توضیح دادم تو اما یک سند بیار که نام بچهش ابوبکر باشه. یک سند اخه برای از مدقل بیار، از برای خدا نام یک کتاب اصلی بگو که اسم بچهش عمر باشه. عمر، نه عمرو، اینها بچه عمر باشه. اون رو دفتر میگم سند میگم بزرگوار میشنم. بگیر دی باز بگید که سند میخوانم. اها، رجال نجاشی صفحه 6 رجال اینا نجاشی یک صفحه حدیث شش چی روایت گفتن؟ کردن باز حدیث روایت کردن در سلسله راوی آوردن که ان عمر ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام اینم ها، یک شکل آوردن عمر قشنگ عمر بله نوشته کده یا فقط عین و میم و را هسته؟ عین میم را عمر خود چرا دروغ واو میگی؟ نداره عمرو بکنه نه دروغ نمیگم من راست میگم من حدیث خو عین و میم و را هسته، درسته؟ یعنی میم را چی میشه؟ عمر نمیشه؟ خو اگر عمر باشه چی؟ او عمر خود او آخرش واو داره عمر عمرو نه، که عمرو ابن عبدود، عمرو نه، اگر عمر باشه چی؟ عین میم را یعنی عمر است؟ او امری که با الف هستن، عمر. نه فهمیدم عمر نمیدونم من عمری که و من تو از کجا میفهمیدم متوجه شدی که عین میم عمر هسته بزرگوار؟ خب دیدم که یکی از کی میخونده که از آخوندهای شیعه حدیث را میخونده چه ربطی عن داره؟ حالا عمر ما دین خود از آخوند شیعه مگه میگیرم؟ یعنی اونا تو خب دین خود غلط از آخوند نمیخونه شیعه حتی میگیرم؟ یکی لفظ که آخوند بشه شیعه در فارسی لفظی دو روپه بدهکار است، فارسی را خوانده نمیتونه. سنی شما فارسی رو خوانده نمیتونه، او آخوند شیعه و سنی که فارسی رو خوانده نتونه، با مرده کچه خوزن چه فایدهش؟ یک لفظ بحث که غلط درست غلط بیار، یک استدلال. من الان ده تو بگم، شما میگه جگر ماهی آخوند، میگفت مانستر نخور، پابجی نزن که صلی الله علیه وسلم گریه هم میکنه. یعنی آخونده های شما اینا رو استفاده کنیم؟ قراره که سر از اینا نه صحبت کنیم یا بحث شما علمی الان باشه؟ حدیث را بیارین شما خودتان بکنه ما عمر میخوانین یا عمر او خب ما عمر یک میخوانم، آخونده من دیدم خودم دارم میگم عمر، عمر ابن علی. نمیتونم خیلی ما مقصد این از زبان یک من فکر نکنم که عدی اقل یک آخونده که سن فی اول مدرسه دینی باشه امیر لفظی حدیث را غلط بکنه من روی معنا و سلسله روی مسائلش صحبت الان میکردم بزرگ فقط شما در لفظش سیستان بلوچستان قرآن اشتباه میخوانه عبدالحمید. بزرگتان هسته، رهبر روی عبدالحمید معنوی صحبت سنی ندارم های ایران، رهبر معنوی رهبر ما سنی نیست های ایران بزرگوار قرآن اشتباه میخوانه. تو دقیقا فارسیش منده. بگذاریم یک بس منطقی داشته باش، جان هرچه مرده ای اشتو بازی ها چیه باش صحبت که پیش بود. خب حالا گفتم چرا ما اونا اسم بچه های خدا علی نذاشتن. بحثی خواهی مسائل بحثی اسمش یک مسئله بود بحثی خطبه خب چرا حل 164 نشد بحث نه اسم؟ چرا بالا دوباره بحث عوض میکنی؟ بحث اسم حل جان نشد. بگم چرا اسم بچه های خدا علی نذاشت؟ خب اونا شاید بچه هایی که مثلا بعد از اسلامشان نداشتن یا بعد از امو یکی دیگه حضرت علی تاریخش بعد تاریخ حضرت ابوبکر و عمر و عثمان بوده یعنی این موضوع علی در واضح زمان ابوبکر وجود نداشت؟ شورای صغیفه کی عدم وجود نه داشت؟ علی چرا در زمان تو ابوبکر بازی وجود میکنی؟ داشت مثلا بعد از وفات حضرت چرا ابوبکر نام و خود عمر و نذاشتن؟ عثمان بگذار بعد تو از داری وفات سر خود عریضه ابوبکر میکنی. وقتی علی بعد ابوبکر و عمر و عثمان بود، یعنی اونا میتونستن که اسم علی رو بذارن روی اولادهای خود که دوستش داشتن، چرا نذاشتن؟ وقتی که مثلا بعد وفات ابوبکر و عمر و عثمان علی و اسم پسرایش مثلا گذاشتن ابوبکر و عمر و طبعا عثمان چه ربطی داره؟ من میگم اونها چرا نام بچه خود علی نذاشتن؟ نگذاشتن ما میگم به معنای این نیست که دشمنی داشتن چون و از بسیار کجا ما میفهمی احادیث که گذاشتن دلیل دوستیه؟ و از کجا میفهمی که ای عمر ده این قولی واضحه هست که و خودت اونمو عمر من هسته؟ میفهمم کلا گیرم میفهمه این واضحه که خوشتو باز من گذاشتن تو یک خب از گپ اسم بگیر زدی تو بگم رو سایکو. باش من مال از تو باش یک سوال عقلی میپرسم. در زمان پیغمبر یک دونه عمر وجود داشت که چند تا؟ این امیر دما بگو. عمر نام یک نفر بود یا نه نفر زیاد بود نام عمر؟ عمری که بگو. مشهور بوده عمر خلیفه دوم بوده مثلا خب شهرت چه داشته ربطی ده مشهوری داره؟ تو حال نام خود حسین میذاری ده یاد صدام حسین اشته که مشهوره؟ یعنی مغز یک سنی است دوستان، یعنی نه مغز بعد سنی استدلال و نیست مغز یک بزرگوار سنی رو مغلطه جلو نرو میشه. مگه اونا مشهور بودن؟ پروپاگند نکن مگه بحث اونا را بگیر مشهور ما بودن؟ یعنی نکن خب مغزت هست دیگه. باز میگی باز ناراحتم میشه. مگه اونا خب مشهور از بودن؟ ابوبکر و عمر و مشهور الان عثمان سه برای تو اسم را هسته. بر سه ده او فرزند زمان یک گذاشتن خلچران بود و مشهور نبود. شغل عمر ابن ببین خطاب چی بود ده او زمان؟ من از تو میپرسم، تو کی ابوبکر روش و هستی؟ عمر و عثمان سه اسم آقا سه بحث فرزند را چرا چپ میبری؟ چون گذاشتن میگه مشهور بود.
یک ادعا کردی که مشهور بود، من مشهور صحبت الان میکنم. شده که شما پیروفشی هستید یا او زمان مشهور بود؟ شغل از زمان مشهور در زمان پیغمبر خدا چی بود؟ بگذار من صحبت بکنم بزرگوار. شغل اسمی مشهور عمر در زمان پیغمبر خدا چی بود؟ عمر در زمان یکی از یاروی پیغمبر بود. شغلش قبل از اسلام چی بود؟ شغلش شترچران بود. خر سوار، خر فروش بود، کشک شتر میچراند، خر فروش پیامبران بود. کلشان چوپان بودن در اوقات بلاخره پیامبرا خر آری به این فروش معنی بود، بود. موم در چوپانا نزن، خر فروش بود. نه شو این این که تو مسائل میگی یک شخصیت مشهور هسته و دیگه و دیگه و آلی خود چون گفت خلیفه بود. باید یک جوری چپ ببریده. ببین اول مگفتی که ابوبکر گوش و کن، گوش کن، عمر و اول عثمان مگفتی که گذاشتن عمر، به گوش کن ترتیب این و چه معنی یک خودش؟ ثانیه، اول مگفتی که عمر در یاد عمر ابن خطاب بوده، باز که پرسان کردم یک دونه عمر بوده، گفتی نه او خیلی مشهور بوده. مشهور چی؟ یک خرس و یک خر چرانده. او کجای از مشهور بود؟ از جنگ احد فرار کرد، در جنگ خیبر او فرار کرد. یک چرا مشهور است؟ مشهور در چه کار خوب بود؟ سر نماز میگفت قاتل القمر شی پیش میکشت. خواهی بحثا رو اوسبان، اینی از بحث نام تو. من میگم ابن تیمیه حرامی، گوش بده، ابن تیمیه حرامی در کتاب خود میاره، در مجموع فتاوا میاد مینویسه که اسم دلیل بر دوست داشتن و محبت نیستن، مخصوصا در او زمان که اسمای رایج بوده. او ابوبکر زمان هم رایج بود، اسمای فرد دیگه رایج انگار بود از در عرب. خوب است. خب صحبت ابوبکر رایج، عمر هم رایج، خب عثمان هم ابوبکر رایج. اصلا نام نیست، یعنی مغز توی عبد معنای پدر، ابوبکر کنیتی را کنیه میدانم. نه نام. خب گذاشتن اما اسم یا کنیه ای بالاخره به نام ابوبکر کنیه گذاشتن. تو نام شده گفته نمیتونی، ابوبکر که پدر و مادر روی فرزند نمیتونن بذارن، او کنیه یا لقبه که مردم میذارن، یعنی مغزت هست. عبد معنای پدر، عبد معنای پدر، ما اولاد ما در دنیا 164 میاد نزدیک اشتوگ بالاخره. هستن، نام شده میذارم پدر بکر. باز او اگه فردا نام بچه خود بکر نذاشت چه خاک سرخ کنم؟ ما خود از مال آت علی نام کردیم، اگه فردا نام بچه خود علی نذاشت چی بگم؟ یعنی مغزتان هست دیگه. صحبت کن، تو اشتو خود آت غفور نام کنی، سبب بخز نام جای غفور قدوس بانه. صحبت کن، در خب باب عظیم چی گفتی؟ در عظیم باب بیعت گفتی، در باب بیعت با دیگه. بله. خب یک توضیحات میتین در این باب که مثلا بیعت خب معنی طبیعت و معنی بیعت در مثلا معنای اطاعت طبیعت، این مسائل است. خب یعنی بیعت که میکنی به چه معنا؟ یعنی تو به عنوان امیر یعنی من را میپذیرم با یک آفرین. شخص. خب الان گپ سر چی هستم؟ مشکل در کجای بیعت علی علیه السلام یا بیعت امام حسن امام امیر حسین با المؤمنان؟ معاویه یا امیر یک لحظه علی قدس دوام. نجلسه، امیر المؤمنان علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام در اندازه ثانیه با ابوبکر بیعت نکرد. بیعت نکرده؟ خوب سعی کن نکرده، نه ما اینجا نشستیم خالی میمنده. دوستان عزیز، در باب بیعت از اینا در بخاری و اینها این مسئله پر است. خوب سعی کن، در باب بیعت با ابوبکر، یک لحظه که من میره بذارم بزرگ. لا حول ولا قوة الا بالله. خدای شکرت. ما بر از اعتقاد هستیم، الان این را نشانم میدم، یک ثانیه یک معمل پیدا کنم، که امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام و السلام در اندازه ثانیه با ابوبکر بیعت نکردن. من این را قبلا نشان دادم، نمیدونم الان. دوستان عزیز، همونجور که میبینید مالی یه دیگه کجا رفت؟ تک ما یک ساعت اینجا دارم دنبالش میگردم. چرا نمیگید ما یک ساعت اینجا گشتر رایی است؟ دوستان عزیز، در کتاب فصول المختاره
کاش میشد یک گزینه داشته باشه که شما بگید که رفتم. ما اینجا تصویر گالری باز نمیبینم کی هست کی نیست. میبینیم نفر. حال خیر باشه، ما این نشان بدم. دوستان عزیز، در از این کتاب خودتان خوب ببینید که همین جواب آخر از همین چلورم بدیم. در این کتاب میاد که والمحققون من اهل الامامیه یقولون، شیعیان بر از این اعتقاد هستن، لم یبایع ساعت قد، در اندازه ساعت، در اندازه ثانیه با ابوبکر علی ابن ابی طالب علیه السلام بیعت نکرده، در اندازه ثانیه با ابوبکر بیعت نکرده بود. حالا یک خاطره تعریف میکنه و چرت و پرت میگه. در بخاری موجود هست که طلحه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و خیلی از مهاجرین اینها با خود سقیفه مخالفت کردند، در آن اونجا با خود سقیفه مخالف بودن. باز اینی اماده اینجا، یعنی نکده بود، کده بود، نکده بود.